پس بریم سراغ درس امروز دوستان گل من امروز میخوام چند هم, هم چند تا کتاب به تو معرفی بکنم دوستان عزیزی که مخصوصا اهل مطالعه هستید کتاب انگلیسی رو میخونید چند تا منبع خیلی خوب میخوام به معرفی بکنم اول اسم کتاب رو میگم بعد دونه دونه اون قسمت هایی رو که از درس میخوام ازشون استفاده بکنم خواهم گفت که از چه کتابی میخوام چه استفاده بکنم اولین کتابی که میخوام به معرفی بکنم کتابی است به نام Lead Like, Lead like Jesus مثل عیسی رهبری کن این کتاب واقعا یکی از کتابایی که هر خادم مسیح باید بخونه به نظر من واقعا خود من رو بینش من رو خیلی 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 عوض کرده و خیلی کمکم کرده که بتونم توی درس ها و توی خدمت ها ازش استفاده بکنم ولی نگران نباشید برای شما عزیزانی که در ایران هستید و در دسترستون نیست این کتاب ها من به زودی خیلی درس‌های مختلفی رو از این کتاب درس میدم و به صورت ویدیو و صوتی روی وبسایت میذارم و روی سوشال میدیا میذارم که شما دوستان بتونید دسترسی داشته باشید پس این کتاب اول هست Lead Like Jesus کتاب بسیار مفیدی هست کتاب بعدی که توی این روزها دارم توی پژواک درس میدم اینم باز میخوام امروز ازش استفاده بکنم کتابی هست به اسم Leaders Who Last رهبرانی که میمانند نوشته دیف کرافت هست اینم کتابی بسیار عالی برای هر کسی که واقعا در خدمت هست و نه فقط عزیزانی که در خدمت هستید هر همه مسیحیان و بالاخره ما هر نحوی هر کدوم یک خاندگی و خدمتی داریم منظورم این که حالا فقط مخصوص شبانه و رهبران نیست همه میتونه ازشون استفاده بکنن و کتاب آخری که میخوام ازش امروز استفاده بکنم کتابی هست به اسم Becoming a Coaching Leader Becoming a Coaching Leader یعنی وقتی که ما میتونیم رهبری بشیم که حالت کوچینگ لیدر به فارسی میشه رهبری که حالت مربی و منتور داره رهبری که فقط حالا اسمش رئیس یا رهبر یا منیجر نیست رهبری که واقعا عزیزانش رو کسانی که داره باشون کار میکنه حالا خدمت میکنه هر توی هر پوزیشنی که هست توی هر مقامی که هست چیکار میکنه مثل یک منتور واقعا باشون برخورد میکنه پس کتابی هستش از دنیل هارکوی به اسم بیکامینگ A Coaching leader. این هم واقعا کتاب عالی حالا بهتون از هر کدومشون امروز میخوام سمپل بدم مثل مغازه ها و جاهایی که اینجا حالا میدونم حتما تو هر کشوری هست ولی تو امریکا اکثر مغازه ها و جاهای مختلف شما وقتی که وارد میشی یه دونه سمپل بت میدن یه تیکه کوچیک از اون غذا هر چیزی که دارن یا فروشگاه های مختلف از محصولاتشون که شما رو یه جوری بکشونن اون تو که حالا یه غذا بخورین یا اینکه یه چیزی ازشون بخرید حالا مواد غذایی امروز هم حالا من میخوام از این تا کتاب به شما سمپل روحانی بدم که اگر مشتاق شدید برید شما عزیزان این کتاب ها رو مطالعه بکنید و به امید خدا به زودی حتما در قالب ویدیوهای من درسایی رو دارم آماده میکنم به فیض مسیح به امید خدا که بتونم این درس رو به زودی روی حالا جاهای مختلف یوتیوب و فیسبوک و جاهای مختلف بذارم که شما دوستان ازش بتونید استفاده بکنید خب بریم سراغ درس امروز عزیزانی که هفته قبل با ما بودید با بردستان عزیز داشتیم این مطلب رو ادامه می دادیم که ما چطور میتونیم انگیزه بدیم و عزیزانی که باشون کار میکنه من خیلی خلاصه میگم برای عزیزانی که شاید در طی این چند جلسه با ما نبودید و مخصوصا شما عزیزانی که از طریق اینستاگرام با من هستین ما چطور میتونیم با عنوان خادمین و با عنوان رهبران به کسانی که داریم باشون خدمت میکنیم بهشون میتونیم انگیزه بدیم پس خیلی مسئله انگیزه مهمه چون گاهی اوقات به قول بردستان عزیز بعضی انگیزه رو دارن ما فقط راهنماییشون میکنیم که مثلا از این راه برو از این راه نرو این کارو بکن اون کارو بکن این کتاب رو خون این دوره رو برو اون دانشگاه رو برو خب خیلی کار ما آسان تره به جرات میگم که آسان تره واقعا ولی گاهی اوقات هم هستش که طرف اصلا انگیزه نداره بعد اون موقع است که واقعا واقعا فیض خدا رو در درجه اول میخواد و بعد هنر واقعا میخواد و بعد ما از لحاظ علمی بدونیم که از چه راههایی ما میتونیم به عنوان یک کوچ به عنوان یک مربی به عنوان یک مشاور بتونیم به این فردی که زندگیش رو یه جرایی احساس میکنه باخته هیچ امیدی نداره هیچ مینینگ یا هیچ معنایی دیگه زندگیش نداره از نظر خودش ما چطوری میتونیم به این فرد و به زندگیش معنا ببخشیم پس حالا میخوام امروز با همدیگه صحبت بکنیم که چطور من و شما میتونیم این مینینگ یا این معنای زندگی رو به این زندگی این فرد ببخشیم حالا شاید سوال بکنید که ناتان جان مگه ما میتونیم به زندگی یه نفر دیگه معنی بدیم نه مسلما ما نمیتونیم این معنی رو به زندگی یک نفر بدیم اما میتونیم معنی واقعی زندگی اون فرد رو که درش هست و نمیبینه و شاید یه سری قسمت ها رو اصطلاحا میگیم نقطه کور هست اون نقطه کورها رو ما براش کمکش بکنیم که کشف بکنه حالا من میخوام یه استراتژی به شما بدم یک راه حلی رو بدم که یکی از راه حل هاست من این تنها راه نیست علم مشاوره و در واقع علم کوچینگ یا منتورینگ خیلی وسیعه و میگم هزاران هزار کتاب راجع به این مسائل نوشته شده که من فقط سه تا دون از این کتاب ها رو امروز به شما معرفی کردم پس خیلی وسیعه چندین کتاب دیگه تو خونه داشتم گفتم دیگه خیلی میشه حالا به امید خدا اونا رو بعدها معرفی خواهم کرد به شما دوستان عزیز که اگه علاقه داشتید مطالعه بکنید اما بریم سراغ این, این, این موضوع که من پس اگر بخوایم یه تایتل یا یک موضوع رو به درس امروز بگیم موضوع درس ما این هستش که ما چطور میتونیم به یک فرد انگیزه بدیم که تبدیل بشه حالا پس دادن انگیزه برای تبدیل فرد یا انگیزه ای که فرد رو تبدیل میکنه موضوع درس امروز ماست ام میخوام یه مثال بیارم از زندگی فردی که با تمام وجود میتونم این رو بگم که بزرگترین مشاور بزرگترین رهبر و بزرگترین منتور بزرگترین کوچ یا مربی و بزرگترین خادمی بود و هست که ما در طول تاریخ شناختیم من فکر میکنم الان همه ما دیگه بدونیم که راجبی کی دارم صحبت میکنم ایسای مسیح خداوند ایسای مسیح ثابت کرد دوستان عزیز میخوام یک نقل قولی رو بکنم از این کتاب لیت Like Jesus در فصل اول این کتاب یه موضوع رو مطرح میکنه که واقعا آدم رو تکون میده و آدم رو مشتاق میکنه که من و شما حالا بدونیم خب مسیح چه کار کرده که یه همچین کار رو تونسته انجام بده درسته که عیسی مسیح ممکن شما بگید خب اون در روح صد درصد خدا بود درسته که در جسم بود اما ما نکنه میتونیم قابلیت های خودمون رو با مسیح مقایسه بکنیم اما اتفاقا میخوام به شما بگم این کتاب هم همینطور تشویق میکنه میگه مثل مسیح رهبری کن یعنی ما میتونیم مثل مسیح رهبری کنیم چرا چون خود مسیح ما رو خونده که مثل اون رهبری بکنیم چون خودش فرمود کارهای عظیمتر خواهید کرد شما اگر که با من وقتی که با من داری راه میری روح من در تو هست من تو رو قوت میدم وقتی که داشت وعدی روح القدس رو میداد ایسای مسیح چی گفت برید روح القدس بر شما خواهد آمد قوت خواهید یافت و شاهد من شاهدان من خواهید بود در سراسر سر دنیا نه فقط توی یه شهر و توی یک روستا و توی یک محل اما وقتی که به زندگی ایسای مسیح نگاه میکنیم دوست عزیز متوجه میشیم که عیسی مسیح به عنوان واقعا یک معلم نه تنها خداوند بود بلکه به عنوان یک معلم و رهبر نمونه به عنوان یک کوچ و مربی یا منتور نمونه که برای ما واقعا نمونه گذاشت از زندگی خودش دوازده نفر رو دوازده نفر اینطور نقل قول میکنم از این کتاب دوازده نفر انسان معمولی رو عادی رو جوری تبدیل کرد که اونها تبدیل شدند به رهبران جنبش کلیسای خانگی دقت بکنید که قرنهاست هنوز ادامه داره و روز به روز داره رشد میکنه پس چی شد؟ دوازده نفر آدم عادی که وقتی که انجیل مطالعه میکنیم هر کدومشون از یک پیشینه مخصوص به خودشون میان ضعف خودشونو دارن توشون با سواد هست توشون بی هست توشون آدمای پولدار بود آدمای فقیر بود توشون از هر شغلی بود از ماهیگیر گرفته تا باجگیر پس بینیم دوازده نفر فردی رو که در جامعه بودن مسیح انتخاب میکنه از پیشینه های مختلف با مهارت های مختلف با ظرفیت های مختلف چرا اول اینکه به من و شما در کلیسا نشون بده ما اون با همدیگه متفاوت هستیم و هر اون برای خودمون حساب به فرد هستیم پس وقتی که من میبینم کسی با من متفاوته اولا باید بدونم که برای من امید هست چون خدا من رو برای خودم به طور خاص اون اسکیل های اون توانایی هایی که در من گذاشته رو مخصوص خود من گذاشته من برای خدا منحصر به فرد هستم این رو بعد تو در زندگیت اعلام بکنی و بپذیری پس ما قرار نیست شبیه کسی باشیم قرار نیست با کسی رقابت خدا نکرده منفی داشته باشیم هر کدوم از ما به صورت یونیک و منحصر به فرد آفریده شدیم برای خدمتی خاص برای فراخواندگی خاص و خاندگی خاص که خداوند برای تک تک ما داره پس ما ما باید در درجه اول این رو در نظر داشته باشیم پس مسیح میاد این دوازده نفر رو دوازده شاگرد معمولی رو انسان معمولی رو تبدیل میکنه الان میخوام راجب در واقع همین موتیویشن و ترانسفورمیشن یعنی انگیزه دادن و تبدیل کردن صحبت بکنیم میاد انگیزه میده و تبدیلشون میکنه به کسانی که شدن رهبران جنبش کلیساهایی که تا به الان داره در کل دنیا ادامه پیدا میکنه تبدیل شدن به عزیزانی مثل پتروس و پولوس که رسالاتشون هنوز ما داریم میخونیم و هنوز برکت میگیریم و برکت خواهیم گرفت پس چطور این, چطور این افراد عوض شدن؟ مسیح چه کار کرد که این افراد رو اینقدر خوب عوض کرد؟ صحبت امروز ما هم همین هست که من و شما حالا چطور میتونیم موتیویت بکنیم یا انگیزه بدیم به کسانی که شاید مثل همین پتروس و پولوس و کسان مختلف توی برهی از زندگی واقعا انگیزشون رو کاملا از دست دادن و نمیدونن دیگه چی کار بکنن شاگردان مسیح رو به یاد بیارید موقعی که عیسی مسیح رو مصلوب کردن نامید شده بودن ترسان شده بودن اما یک چیزی توی زندگی اونها مسیح کاشته بود وقتی که اونها رو با روح خودش قوت داد تبدیل شدن به انسانهایی که موعظه کردند این پیغام نجات رو و هزاران هزار نفر نجات پیدا کردن در همون روزهای ابتدای تولد کلیسا بعد از پنتیکاست خب با هم دیگه مقدار بریم عمیقتر بشیم زندگی مسیح رو نگاه بکنیم من میخوام یه مقدمه از زندگی مسیح بگم و بعد بریم سراغ اون استراتژی که امروز می‌خوام راجع صحبت بکنیم اول از هر چیزی میخوام بگم به عنوان یک منتور به عنوان یک رهبر به عنوان یک مشاور شما باید این رو بدونید که هدف ما این نیستش که ما بیایم اون فر رو بشونیم اونجا باش صحبت بکنیم یه سری چیزا مطالب اطلاعات براش بخونیم و بگیم که حالا انگیزه پیدا کن بر دنبال کارت الان خوب میشی در درجه اول من میخوام دست بذارم روی این قسمت که من و شما به عنوان مشاور من و شما به عنوان خادم من و شما به عنوان مربی باید در نظر داشته باشیم که اول ارتباطمون با با اون اینجا میگن کلاینت ها اون, اون کسایی که اومدن مشاوره بکنن اون کسایی که در واقع از شما کمک خواستن شما باید ارتباط نزدیک و صمیمانه بتونید برقرار بکنید پس قبل از اینکه درس امروز اصلا شروع بکنم قبل از اینکه اصلا هیچ استراتژی رو بخوام بگم باید بگم که رابطه رابطه و رابطه همه چیز در این خدمت رابطه است اگر ما نتونیم رابطه سمی داشته باشیم نمیتونیم این رابطه رو به خوبی برقرار بکنیم و هیچ فایده ای نخواهد داشت برای کسانی که عزیزانی که دارن با ما مشاوره میگیرن یا داریم کمکشون میکنیم پس میخواستم از این کتاب نقل قول بکنم و این کتاب خیلی تاکید داره بر روی سرونت لیدرشپ یا یا رهبریتی که رهبری که بر روی خادم بودن تاکید داره و مثال میزنه از انجیل که عیسی مسیح فرمود من نیامدم تا خدمت بشم بلکه آمدم تا خدمت انجام بدم خدمت بکنم وقتی که خداوند ما میگه که من آمدم تا خدمت انجام بدم ب... نه اینکه خدمت بشم خب دیگه تکلیف ما باید معلوم باشه که ما باید این ادامه بدیم پس وقتی ما داریم به کسی مشاوره میدیم وقتی داریم خدمتش میکنیم در رابطه همون بعد نشون بدیم که ما با قلبی خدمتگذار اومدیم که واقعا کمکشون بکنیم خب خواستم اول ایسای مسیح رو همه ما به عنوان یک الگو توی ذهنمون داشته باشیم به با عنوان یک الگوی فروتن و بی که از این خدمت مشاوره و منتورشیپ یا مربیگری توی ذهنمون داریم امروز و با هم صحبت کردیم که چطور عیسی مسیح دوازده نفر عادی رو تبدیل کرد که شدن آغازگر جنبش های خانگی که امروز ادامه داره این جنبش اما بریم سراغ سه تا قدم سه تا قدم اصلی که امروز میخوام راجع به صحبت بکنیم و من دارم این سه قدم رو در واقع از تمام این سه کتاب استفاده میکنم اما حالا چطور من و شما میتونیم به یک نفر به یک نفری که انگیزش رو از دست داده و امیدش رو از دست داده امید ببخشه میخوام یه نقل قولی بکنم از این کتاب کوچینگ لیدر که خدمتتون معرفی کردم جناب آقای هارکاوی یه مطلبی رو میگه توی این قسمت که خیلی خیلی به دل خود من نشست و دلم نمیاد که با شما تقسیم نکنم یک نکته ای رو دست میگذاره که من این رو اتفاقا توی برنامه پیشباکم بهش اشاره کردم چندین بار که اگر شما میخواید فردی رو کمک بکنید که انگیزه زندگیش رو از دست داده میدونید میدونید چه اتفاقی افتاده که این این, این در واقع انگیزه رفته از زندگی اون شخص بیرون به خاطری که همه ما یک هدفی توی زندگیم داریم هدف هدف ما بعد بالاخره هر کسی مثلا یه هدفی داره که موفق بشه درسش رو بخونه خدا رو خدمت کنه و و و هدف‌های مختلف اگر کارهای روزانه ما اگر کاری که تو زندگیمون انجام میدیم در جهت رسیدن به اون هدف نباشه ناخداگاه حتی ممکنه ما خودمون متوجه نشیم اما ما سرد میشیم حالا نویسنده داره پیشنهاد میکنه میگه اگر میخواهی که تو اگر میخواهی که تو زندگی داشته باشی که واقعا پر از عشق و پشن و گرما باشه و با انگیزه جلو بری یه کاری که باید بکنی اینه که تو تمام حرکت ها و تمام کارهای روزانت رو باید وصل کنی به اون هدف زندگیت باید ربط بدی به اون هدف زندگیت یا در واقع ریکنکت بکنی پرپس زندگی تو یعنی اون هدف زندگی تو با های روزانت با کارهایی که توی زندگیت روزانه انجام میدی پس اگر از صبح وقتی بونم میشی و تا شب موقعی که تو رختخواب میری و میخوای بخوابی تمام کارهایی که میکنی زیاد ربطی به اون هدف والای زندگیت و ولیوهای زندگیت یعنی های زندگیت نداره تو سرد خواهی شد تو انگیزت رو از دست میدی پس حالا ممکنه حالا توی پرانتز میگم ممکنه سوال بکنید بگید که خب ناتان جان ما ممکنه که مثلا یه کاری داشته باشیم که خب این علاقه ما نباشه اون موقع بعد چیکار کرد آره میدونم درک میکنم خیلی از ما کارهایی داریم که شاید علاقه و پشن ما نباشه خیلی از ما کارهایی داریم که بعضی از قسمتاش ممکنه که اون علاقه و پشن ما نباشه اما میتونیم روی اون قسمت که علاقه ما هست بیشتر تمرکز بکنیم یا اگر کاری رو داریم که مثلا از صحبت بریم تو بعد از کاری ما از تا شبمون رو خالی داریم باید بریم به دنبال اون ارزش ها و اون ویژن و اون رویامون و الا ناخداگاه سرد خواهیم شد دوستان عزیز باید راهی رو پیدا کنی که قلبت رو هدفت رو ارزش هات رو مربوط کنی و وصل کنی به اکتیویتی های و فعالیت های روزانت پس فعالیت های روزانه ما باید مربوط باشه نه حالا میدونم همیشه نمیشه این خیلی ایدال گرایی که صد درصدش و مطمئنا نمیشه اما درصد زیادیش رو سعی بکنیم که ربت بدیم به رفت بدیم به در واقع پشنی که داریم و در رابطه با همین موضوع من باز میخوام یک مثالی بیارم از یک نویسنده دیگه دیف کرافت دیف کرافت توی قسمت این رو من توی پژواک هم درس دادم توی قسمت پشن یا همون عشق و علاقه میاد میگه که اگر من و شما اگر من و شما 80 درصد نقل قول میکنه از نویسنده به نام برایان تریسی ایشون یه نویسنده یک آس کالر و یک استاد دانشگاه یه خیلی معروف هستن در زمینه رهبری و مدیریت برایان تریسی میگه که از این کتاب دارم میگم لیدرز هو لاست رهبرانی که میمانند برایان تریسی میگه 80 درصد اکتیویتی ها یا همون فعالیت های روزانه ما باید یک جوری مربوط باشه حالا یا دیرکلی مستقیم یا این دیرکلی یا یه جوری غیر مستقیم به اون هدف و ارزش زندگی ما میگه اگر اینطوری نباشه میگه به خاطر همینه که خیلی ها توی کلیسه های ما توی گروه های ما توی شرکت های ما توی تیم های ما فراستریشن دارن یعنی خستگی بیش از حد دارن ناامید میشن خسته میشن میبرن دیگه میگن دیگه نمیتونیم و دیگه اصلا نمیخوام ادامه بدیم پس میگه دلیلش و مشکل اینجاست که ما ب... بعضی وقتا برعکس میشه 80 درصد وقت و انرژی و تمام فعالیت ما رو چیزی که اصلا ربطی نداره به گاهی به زندگی ما پس اگر توی این شرایط هستین میگه برگردید به عقب و فکر کنید راجع به زندگیتون که چه چیزایی رو باید عوض بکنید یا چه چه فعالیت رو باید توی زندگیتون اضافه بکنید ممکنه یه یعنی نفر بگه ناتان جان من از صبح تا بعد من باید برم سر کار و این کار انجام بدم به خاطر که بعد نانآور خونه خانواده‌ام هستم بله 100 درصد همه ما باید کار بکنیم کلام خدا میگه کسی که کار نکنه نان هم نخوره پس اگر من باید کار بکنم و میدونم من باید در اون بره زمان اون کار رو انجام بدم همیشه تلاش بکنم برای تغییر کار برای روند پیشرفت اما برای قسمت هایی که من وقت در واقع آزاد دارم برای قسمت هایی که میدونم میتونم فعالیت های دیگه بکنم من بیام ربط بدم و تمام اون فعالیت هام رو به ارزش ها و هدف زندگیم پس اینطور باعث میشه که من موتیویتد بشم یعنی انگیزه بیشتری پیدا بکنم حالا این چند تا مثال رو از این چند تا نویسنده زدم به عنوان مقدمه ای از اون در واقع درسی که امروز میخوام اون سه تا که بهتون بگم چرا اینها رو اول گفتم به خاطر که هم به مسیح اول نگاه کردیم به عنوان معلم برتر خودمون به عنوان استاد برتر خودمون و بعدش هم به عزیزانی مثل هارکاوی مثل دیفرف یا مثل استیسی و بزرگانی عزیزانی که تو این قسمت واقعا پیشکسوت هستن که باید منو شما ازشون واقعا یاد بگیریم از تجرباتی که تو زندگیشون داریم بله دقیقا بعد روی هدف زندگیمون تمرکز بکنیم پس پس وقتی من و شما این اکتیویتی ها یا اون فعالیت های روزانه رو یه جوری ربط میدیم به اون هدف و به اون ارزش های زندگیمون ما انگیزه شروع میکنیم به انگیزه پیدا کردن انگیزه به زندگی ما برمیگرده پس اگر بخواد شما یک جمله فقط یک جمله از من از این درس ببرید برای انگیزه داشتن باید قلبتون هدفتون و ارزش هاتون پیدا بکنه و وارد اکتیویتی های اون فعالیت‌های های روزانتون بشه حالا چند درصد چقدر باید روش کار کرد شاید اول با 5 درصد شروع بکنید شاید اول با 10 درصد شروع بکنید و به فیض خدا یه روزی برسه که 80 90 درصد شما بتونید فعالیت‌های های روزانتون خدمتی که میکنید مربوط باشه به اون ارزش و هدف والایی که توی زندگیتون دارید خب سه تا قدمی که خدمت میخوام بگم برای از که یادداشت میکنید اولین قدم و اولین کاری که یک مشاور یا یک کوچ یک مربی یک منتور انجام میده که به اون فردی که انگیزش رو توی زندگی از دست داده کمک بکنه تا انگیزش رو دوباره به دست بیاره این هست هویت ما به فرد کمک میکنیم که هویت واقعیش رو در خداوند بشناسه پس اولین کاری که یک مشاور یا یک مربی انجام میده که به فردی که انگیزش رو از دست داده اینه که کمکش کنه هویت واقعیش رو در خداوند بشناسه حالا چرا انقدر روی هویت معمولا مشاورها و کوچها مربیها و منتورها دست میذارن باز میخوام برگردم به مثال زندگی ایسای مسیح اگر ایسای مسیح فقط فکر کنید مثلا فرض کنید چند نفر رو انتخاب میکرد بعد فقط بهشون یه سری چیزا رو تعلیم میداد میگفت حالا برید و خدمت کنید چه اتفاقی میفته تو روزهای سخت وقتی که شیطان دشمن میاد و شروع میکنه و در گوش تو نجوا میکنه که نه تو چیزی نیستی فکر نمیکنم رو داشته باشی یا نه تو این کاره نیستی یا این مهارت‌ها دیگه مال تو نیست حالا شاید اون فلانی و اون نویسنده و اون خادم و اون واعظ و اون رهبر پرستش و اون نمیدونم ام، 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 معلم بتونه ولی نه توش، تو فکر نمی کنم. توی اون روزها دوستان عزیز اگر من و شما هویت واقعی خودمون رو در خداوند ندونیم خواهیم افتاد ولی اگر پولوس ها تبدیل شدند به پولوس هایی که واقعا نمونه هستن امروز به عنوان رسولان و خادمین برای کلیسا اگر پتروس ها شخصیتشون عوض شد و تبدیل شدن به پتروس هایی که جونشون هم حتی برای خداوند دادن و حتی واژگون مصلوب شدن استیفان ها و و و و, و کسای دیگر اینها مطمئن باشید مطمئن باشید که آیدنتیتی و هویت خودشون رو در خداوند میدونستن و الا کدوم آدم عاقلی هست بذارید اینجوری بهتون بگم که بخواد مثلا بگه که آقا بیان منو بسوزونید یا سر منو بزنید یا منو سنگسار کنید یا آقا اصلا اگر منو حتی واژگون مصلوب بکنید من خداوندم رو انکار نخواهم کرد کدوم آدم عاقلیه که اگر آه آه ندونه که اینها واقعیت، ندونه که اینها ارزش واقعیه ندونه اینها ابدیت واقعا اینو درک نکرده باشه و هویت اصلی خودش رو ندونسته باشه کدوم آدم عاقلیه که این کارو بکنه واقعا از شما سوال دارم ها از خودمون بپرسیم پس اگر این عزیزان این طوری استادند برای خدمتشون برای ایمانشون برای ارزش هاشون باور داریم که هویت خودشون رو واقعا یافته بودند شک نداشتن به این هویت پس من و شما به عنوان مشاور به عنوان خادم به عنوان مربی و منتور اولین کاری که میکنیم آوردن این سواله که هو ام آی من کی هستم من اون شخص رو کمک میکنم که تو بری بهش فکر بکنی و این رو هم توی پرانتز بگم کار ما این نیست که به مردم ما بگیم اونا کی هستن یکی از تکنیک های مشاور دوستان عزیز اینه که یک مشاور خوب مشاوری که سوال خوب میپرسه یک منتور خوب منتوری که سوال خوبی مطرح میکنه پس من و شما نیومدیم بشینیم نصیحت کنیم توی یک در جلسه مشاوره جلسه نصیحت کردن نیست جلسه تعلیم دادن نیست من و شما به عنوان مشاور باید بدونیم چه سوالای خوبی باید بپرسیم که طرف رو خودش رو با توجه به اون دانشی که از قبل داره از کتاب مقدس از خداوند به چلنج بکشیم به چالش بکشیم که به یادی بیاره هویت اصلش در خداوند رو و اگر و اگر جای نیاز به کمک و یادآوری داشت فقط به او یادآوری کنیم اگر لازمه قسمتی از کتاب مقدس رو براش بخونیم اگر لازمه امروز من به شما آیاتی خواهم داد اما خیلی در واقع حالا به خاطر که وقتمون کوتاه هست تشویقتون میکنم راجع به هویت آیات بسیار زیادی هست تو رسالات پولس و پتروس و تو خود انجیل و جاهای مختلف آیات بسیار زیادی هست که ما کی هستیم واقعا ما ملک خاص خدا هستیم که خدا مثل مردمه که چشمش از ما محافظت میکنه توی پیدایش مثلا به طور مثال باب یک آیه 26 میتونیم برای اون فرد بخونیم که کلام خدا میگه که انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم و او را بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان و بر همه زمین و بر همه خزندگانی که بر زمین میخزند فرمان براند چه چه هدف والایی خداوند انسان را آفرید تا بر زمین حکومت بکنه هویت خودم را آیا ما امروز در مسیح یافتیم پس شروع کنیم سوال کردن از این فرد که داریم بهش مشاوره میدیم و اون رو به چالش بکشیم که آیا تو تو, تو در خداوند کی هستی خودت رو چی میبینی خودت رو کی میبینی و وقتی که اون فرد شروع بکنه به صحبت کردن بعد دیگه حالا ما به عنوان مشاور با حکمت او رو به زندگی شهد خواهیم داد و کمکش خواهیم کرد پس برای اولین قدم اگه خیلی کوتاه بخوام بگم من و شما به عنوان مشاورین باید کمک بکنیم به اون فرد که اون هویت واقعی خودش رو هویتی که خداوند براش در نظر گرفته رو بتونه در واقع کسب بکنه و بدونه که من این هستم مثالی میخوام براتون بزنم که واقعا آدم رو به فکر فرو میبره و یه مقاله میخوندم در جایی در رابطه با همین موضوع نویسنده مثال خیلی قشنگی آورد و من بازم دوستان این مثال رو بهتون بگم در مورد این همین هویت اگر من و شما باور نداشته باشیم که ما در خداوند کی هستیم رفتار ما و کارهایی که ما انجام میدیم کاملا اون رو نشون میده به طور مثال نویسنده خیلی اه، اه، تو مقاله که میخونم خیلی مثال قشنگیزل گفته میگفتش که ممکنه ما بشنویم با گوشامون بشنویم که خدا به ما میگه که ما پروانه های زیبایی هستیم وقتی که اون از تو پیله بیرون میاد اولش خب یه کرم خیلی هم بیریخته اصلا همش خوشگلی نداره بعد میره کلا تو پیله یه مدت باید بمونه بعد حالا اون پیله شکافته بشه و یه پروانه زیبا بیرون بیاد که حالا اونم یه بحث جداست که ما با اینقدر بر روی این خودمون کار بکنیم که تبدیل بشیم اما خدا داره اون رو میبینه و میگه تو اون پروانه زیبای من هستی امروز داره این رو به تو میگه برادر خواهر عزیز من اما اگر من و شما باور نداشته باشیم این رو من میخوام روی اون آیدنتिटी یا هویت دست بذارم کسی که اومده مشاوره بگیره اگر اینو باور نداشته باشه که اون پروانه زیباست با اینکه اینجاش جالبه با اینکه اون پروانه زیبا هست اما تبدیل میشه به پروانه هایی که ما تبدیل میشیم به پروانه های زیبایی که مثل کرم ها رفتار میکنیم چرا؟ چون نپذیرفتیم این رو پروانه هستیم خیلی چیزهای عالی خدا به ما داده خیلی مهارت های مختلف هست حتی مردم هم این رو در ما میبینن حتی مردم هم این رو میبینن این زیبایی هایی که خداوند در زندگی ما قرار داده اما خودمون چون هنوز نپذیرفتیم که ما از اون پیله ها بیرون اومدیم خداوند ما رو مثل یک پروانه زیبا الان داره میبینه و ما رو اینطور این داره مخاطب قرار میده باز هم مثل همون کرم های توی پیله رفتار میکنیم پس من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما بخواهیم که این کار انجام بدیم پس چقدر مهمه که من و شما هویتمون رو در خداوند بشناسیم بدونیم و بپذیریم اون وقتی که رفتارهای ما فکرهای ما و تمام اکتیویتی های روزانه ما جهت میگیره از اون هویتی که پذیرفتیم خب پس قسمت اول رو ما متوجه شدیم که به فرد اینطور کمک میکنیم که هویتش رو در خداوند بدونه هویتی رو که در واقع در خداوند داره آه بله دقیقا ستاره عزیز میگن یعنی همون موقع که ما باور نکردیم آزاد شدیم دقیقا باور نکردیم که آزاد شدیم باور نکردیم که خداوند با ما استعداد داده باور نکردیم که ما میتونیم باور نکردیم خیلی چیزهای رو با ما باور نکردیم و در واقع کار یک مشاور و یک منتور خوب اینه که همین باورها رو به اون فرد بیادش بیاره و با, با تاکید میکنم با سوال های خوب با پرسش های خوب کمک کنه و به چالش بکشون فرد رو که به زندگی خودش نگاه بکنه به برکاتی که خداوند بهش داده واقعا بدونه که چطور خداوند رو برکت داده و بدونه که چقدر آمین بدونه که چقدر ارزشمنده بدونه که چقدر ارزش داره برای خداوند و برای قوم خدا پس بازم تکرار میکنم به عنوان مشاورین به عنوان منتور و عنوان رهبر کار ما این نیست که بریم بشینیم و فرد رو تو جلسه مشاوره فقط نصیحت کنیم پس باید با پرسیدن سوال های خوب پرسش های خوبی که داریم فرد رو به چالش بکشیم تا برگرده و هویت به هویت واقعش در خداوند نگاه بکنه و وقتی که طرف متوجه شد که من حالا کی هستم میریم روی پله دوم پله دوم چی هست اینتمیسی uh, یا صمیمیت با خدا ما تشویقش میکنیم اون فرد رو حالا که متوجه شدی که چه قدرت هایی داری چه توانایی خدا به تو داده چه استعداد های خداوند به تو داده حالا تو نیاز داری که اینها رو تقویت کنی نیاز داری که هر چقدر خدا رو بیشتر بشناسی تو بیشتر قوت خواهی گرفت هر چقدر به خدا نزدیکتر بشی تو میدونی که این هویتت چقدر هر روز محکم هست و میتونی در خدا و با خدا جلو بری میدونید چرا این قسمت انقدر مهمه به خاطر که وقتی که من و شما اون سمیت رو با خدا داریم باعث میشه که با کلام خدا داریم با روح خدا داریم باعث میشه که این هویت رو فراموش نکنیم چون ممکنه که اون فرد که میاد توی یک جلسه مشاوره توی جلسه مشاور مشاور کمکش میکنه ما کمکش میکنیم خیلی چیزها رو متوجه میشه خیلی اسکیل ها مهارت هایی که خدا بهش داده رو متوجه میشه بعد میره نکته دوم به خاطر مهمه اگر این صمیمیت این انتمسی با خدا نباشه باز ما فراموش خواهیم کرد یعنی گاهی اوقات بعضی وقتها هستش که هر روزی که باید بیاد به ما یادآوری کنه تو ملک خاص خدا هستی تو عزیز خدا هستی تو فرزند خدا هستی اینا رو کجا نوشته دوستان عزیز در کتاب مقدس درسته اینا رو ما کجاها میشنویم در مشارکت های مسیحی در موعظه‌ها، ها از طریق سرودها در پرستش ها تو پدر من هستی تو سرور من هستی تو شاه من هستی تو منجی من هستی تو را هرگز تنها نخواهم گذاشت در کتاب مقدس میگه تا انتهای این اسب با شما خواهم بود در کتاب مقدس خداوند میگه با شما هستم و تمام اینها رو ما توی این انتمسی و صمیمیت به خداست که فراموش نخواهیم کرد پس اگر یه نفر میاد شما به عنوان مشاورین معلمین مربیان وقتی که کسی اومده برای مشاوره پیش شما پس در درجه اول وقتی که کمکش میکنید هویت خودش رو و, احت... و اون در واقع اون آیدنتیتی ایتنتی... یا هویت خودش رو در خداوند پیدا بکنه وقتی که پیداش کرد اگر پلی دوم نباشه اون هویت در اون فرد نخواهد موند از هاست خودش یه جرایی نمیتونه نگهش داره به خاطر یادش رو خواهد رفت خیلی چیزها رو ما انسانی و فراموش پس قسمت دوم که ما باید افراد رو تشویق کنیم و بهشون برنامه بدیم حالا من به فیض خدا به زودی میخوام توی یه جلسه راجع به لایف پلان یا برنامه زندگی با شما صحبت بکنم که شما چطور به عنوان یک مشاور یا به عنوان یک کوچ به عنوان یک لایف کوچ اگر علاقه داشتین من حتما این جلسه رو خواهم گذاشت که چطور میتونید افراد رو کمک کنید که این لایف پلان برای خودشون بنویسن یه برنامه زندگی برای خودشون بنویسن من این رو توی یک سمیناری توی کلیسا یک روز تدریس کردم و افراد براشون خیلی چالش برانگیز بود میگفتن که ما اصلا اصلا به این فکر نکردیم که ما میتونیم یه برنامه هفتگی برای خودمون چطوری در واقع بنویسیم ب... ب... این برنامه رو و این برنامه چقدر میتونه زندگی ما رو عوض بکنه واقعا این برنامه چقدر میتونه بر... می زندگی ما رو واقعا عوض بکنه پس یه لحظه اجازه بدید دوستان من دوستان عزیزی که تو اینستاگرام هستن رو دوباره بیارم چون قطع شد خب خدا رو شکر پس متوجه شدیم که چقدر مهمه که این انتمیسی یا این در واقع صمیمیت با خدا باید باشه چون اگر صمیمیت با خدا نباشه اون فرد و اون جلسه مشاوره که ما با اون فرد داشتیم هیچ فایده نخواهد داشت پس وقتی من و شما به فرد میگیم که تو این هویت توست در خداوند و این چیزی که تو در خداوند داری و حالا چطوری میتونی نگهش داری که هر روزه در این صمیمیت با خدا باشی هر روزه در صمیمیت با کلامش باشی چون کلام خداست و روح خداست که هر روز به تو یادآوری میکنه که تو عزیز دل خدا هستی تو فرزند خدا هستی پس این نکته دوم بود پس اگر این رو توی زندگیت واقعا تجربه کردی پس میتونی کمک بکنی به خداوند ببخشید کمک بکنی به افراد که با همکاری با خداوند به افراد کمک بکنی این هویت رو در خودشون هر روز و هر روز و هر روز تازه نگه دارن و به خودشون یادآوری بکنن حالا میخوام به یک نکته دیگه اشاره بکنم توی همین قسمت دوم یا صمیمیت با خدا و اون هم این هست که من و شما وقتی که هویت خودمون رو در خداوند پس یافتیم مورد یک و دوم از طریق کلام خدا حضور خدا و صمیمیت به خدا این هویت رو هر روز در خودمون تازه نگه میداریم و با قوت اعلام میکنیم مورد دوم این باعث میشه که مستقیم روی رفتارهای روزانه ما تاثیر بذاره پس دوست عزیز این رو بدونیم که طرز فکر ما جوری که فکر میکنیم و جوری که به زندگی نگاه میکنیم اون ورلد ویوی ما یا جهان بینی ما چیه ما رو تشکیل میده باورهای ما رو تشکیل میده و باورهای ما اثر مستقیم روی عملهای زندگی ما داره پس اگر فردی اومده پیش شما مشاوره و میبینید افسرده است و میبینید عصبیه و میبینید از زمین و آسمون داره شکایت میکنه همون در درجه اول نباید گفتش که اوه مثلا چی شده کی به تو بدی کرده یا چه اتفاقی افتاده یا, یا مثلا این آرام بخش رو بت... م... 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 می نویسم اگر ما مثلا ما روان پزشک یا روان شناسی باشیم که بتونیم همچی کاری بکنیم از لازم مدیکال کمکش بکنیم اینو برو بخور خوب میشی یا این کارو بکن خوب میشی یا مثلا تو ایران نمیدونم برو آ... چیزای دارویی مثلا گل زبون بخور که آرامش پیدا بکنی نه عزیزان خیلی چیزا با گل خوب نمیشه باور کنیم خوب نمیشه چون ریشه ایه. ریشه است که در برهنگ ما در طرز فکر ما و در جهان بینی ما هست پس وقتی که من و شما جهان بینی ما اون ورلد ویوی ما میگه که تو فرزند خدا هستی و هویت تو در خداست این پس چی شد این طرز فکر منه من به عنوان یک فرزند خدا رو روی به زندگیم دارم فکر میکنم پس طرز فکر من به عنوان کسی که هویتش رو در مسیح پیدا کرده باورهای من رو شکل میده من باور دارم که فرزند خدا هستم و این باورهای من میاد اثر و مستقیم میذاره روی اعمال و روزانه من من دیگه نمیتونم عصبی باشم دیگه نمیتونم از زندگی ناامید باشم من دیگه نمیتونم که با مردم بد باشم من دیگه نمیتونم بر خلاف ارزش های انجیل زندگی بکنم من مثل مسیح خواهم بود که حتی برای دشمنانم دعای برکت خواهم کرد و خواهم بخشید اونها رو من استاندارد زندگیم بلند میشه چون دارم بر اساس این باورها زندگی میکنم پس وقتی که کسی میاد پیش شما مشاوره بکنه مشاوره بگیره و میبینید پر از درده و میبینید پر از زخمه باید برگشت به ریشه نگاه کرد که این از اینجا شروع میشه که طرز فکر نادرستی بر زندگیش هست و اون طرز فکر نادرست باورهای نادرست توی زندگیش آورده و باورهای نادرست منجر شده به اعمال نادرست خشم، نفرت، اسارت هایی که تو زندگی های ما میاد ناامیدی هایی که میاد، دپرشن یا عصبانیت هایی که تو زندگی ما هست تمام اینها ریشه داره در اونجایی که ما هویت اصلی خودمون رو نیافتیم یا اگر قسمتی از اون رو حداقل میدونیم خیلی چیزهای بیشتر راجع به اون رو نمیدونیم پس توی قسمت دوم توی قسمت دوم تو قسمت, قسمت انتمسی و سمیت با خدا برای این مشاور بعد یک نفر رو تشویق کنه که وقت بگذار با خدا و با کلام خدا و مدام یادآوری کنه ارزش های ایمان مسیحی رو بر اون فرد که اون قسمت باورها شفا پیدا بکنه اون قسمت طرز فکر نادرست شفا پیدا بکنه دیگه ما با خدای ارتباط نداریم که با چوب بالی سر ما بایستاده توی سر ما بزنه و ما توی مذهب دیگه زندگی نمی کنیم. که خدا مدام بایستاده اون بالا اینطوری عصبانی که بخواد من من و شما رو دعوا بکنه و ما رو توبیخ بکنه ما با خدای محبت سرکار داریم که البته خدای قدوس هم هست و از ما میخواد که مقدس زندگی بکنیم چون او قدوسه اما او خدایی است که محبته خدایی است که فیض داره خدایی است که میبخشه خدایی است که ما رو کمک میکنه خدایی است که افتاده رو بلند میکنه پس وقتی به عنوان یک مشاور فرد رو کمک میکنه که با طرز فکر درست با یک جهانبینی درست شروع بکنه پس باورهای او هم درست خواهد شد وقتی باورهای او درست میشه میریم قسمت سوم که اکتیویتی هست یا فعالیت ها حالا وقتی که شما به عنوان یک مشاور فرد رو کمک کردی در درجه اول هویتش رو پیدا کرده هویتش رو در مسیح داره کشف میکنه و روز و روز داره بیشتر کشف میکنه و دوم کمکش میکنه که با صمیمیت به خدا بیشتر نزدیک بشه و این هویت رو نگه داره غذا بده فیدش بکنه اصطلاحا و سوم حالا به شروع میکنی به عنوان یک مشاور و به عنوان یک مربی بهش پیشنهاد میدی که حالا چه اکتیویتی هایی چه فعالیت هایی تو باید در طول روز انجام بدی که این رو تازه نگه داری که در جهت اون ارزش های زندگیت بری یادتونه اول جلسه گفتم که از برایان استیسی برای شما یک نقل قول آوردم که میگه اگر تو میخوای سرحال باشی پر از پشن و عشق باشی باید اکتیویتی های روزانه تو حداقل حداقل 80 درصد اون مربوط باشه به با اون پرپس یا هدف زندگی به اون پشنت یا عشق زندگیت اگر که مربوط نیست باید یه مقدار تجدید نظر بکنی پس تو قسمت سوم یک مشاور میاد میاد روش های عملی رو به اون فرد پیشنهاد میکنه که بتونه این هویت رو نه تنها کشف بکنه بلکه این باورها رو بهش برسه و بهشون رو عمل بکنه به طور مثال میخوام چند تا مثال عملی براتون بزنم وقتی یه فردی میاد به شما میگه که من به هیچ عنوان از خودم راضی نیستم و من اصلا اعتماد به نفس ندارم اصلا من مثلا مثلا هیچ من هیچ من هیچ, من هیچ کاری نمیتونم بکنم اولا که متاسفم که اینو بگم خیلی از ریشه های این گونه طرز فکر از دوران بچگی خیلی از ماها در فرهنگی و میاد به خاطر چی؟ به خاطر بعضی از پدران و مادرانی که مدام حالا به خاطر که طرف یه بار مثلا 16 گرفته 15 گرفته 13 گرفته نمیدونم حالا 10 گرفته اصلا رد شده یا هر چیزی به بچه برگشتن و گفتن تو هیچی نمیشی تو هیچی نخواهی شد حالا نمیخوام واجه های دیگر به کار بگیرم خودتون میدونید و امیدوارم واقعا پدران و مادران ما اگر گوش میدن این درس ها رو اگر ما توی این جلسات مشاوره که میذاریم توی این دروس واقعا کمک بکنیم فرهنگ ما شفا پیدا بکنه اگر این چنین واژه هایی برای کودکانمون استفاده میکنیم بدونیم که ما داریم وربال uh, انجام میدیم یا سوء استفاده کلامی داریم میکنیم اون افراد رو وقتی که شما به اون بچه به اون فرد در واقع میگی که تو هیچی نمیشی تو هیچ استعدادی نداری مثلا نگاه کن پسر خالتو و پسر دختر خالتو ببین چقدر خوبه چقدر درس خونه ببین دکتر شده چقدر مهندس شده یه چهار تا چیز بد و منفی روش میذارن و اون بچه اون بچه دیگه اون لحظه نابود میشه دوستان عزیز اون اون فرد هویتش کشته میشه حالا ما به عنوان مشاورین مسیحی کسایی که میخوام کمک بکنیم افراد رو باید در طی جلسات مختلف کمک بکنیم اون هویتی که کشته شده در ته تمام این سالها بیاد احیا بشه و شفا پیدا بکنه به خاطر همینه که امروز من دارم تاکید میکنم روی هویت به خاطر که ما از جامعه های میایم از فرهنگ های میایم که مدام هویت ما رو خورد کردن مدام هویت ما رو آسیب زدن چه خانواده ها البته بل... میگم این به همه ای خانواده ها نیست اما بالاخره هر کدوم از خانواده ها قسمت هایی رو توی این قسمت واقعا ضعف دارن و اگر کسی بگه نه خانواده من هیچ کدوم از این ضعف ها رو نداره واقعا یه مقدار سخته یه همچین جمله گفتن چون هر پدر مادری با اینکه واقعا گلن عزیزن همه ما دوستشون داریم پدر و مادر من خودم همیشه برام باعث برکتن و بهشون افتخار میکنم مطمئنم شما هم همینطور اما همه ما همه ما انسان ها در طی فرهنگی که توی مملکت ما خب به ما نگفته بودن که ارزش های انجیل چیه ما خیلیمون اکثرمون از پیشنه اسلام داریم میایم توی خانواده های بزرگ شدیم که بر بالاخره بر اساس درست سنت های خوب ایرانی بوده اما گاهی اوقات چیزهای بدی هم بوده که مسموم شده در طی این قرون و باید این چیزهای مسموم رو متاسفانه که هست باید از فرهنگ اون بیرون ببریم و باید کمک بکنیم که واقعا شفا پیدا بکنه پس اگر خانواده ای اگر فردی کسی رو مدام در طی زمان بچگی و نوجوانی بهش گفتن ببخشید ببخشید که اینو میگم خاک تو سر تو هیچی نمیشی تو هیچی نداری تو هیچ اصلا لیاقت نداری اصلا هیچ استعدادی نداری اصلا هیچ امیدی به تو نیست اگر واقعا واقعا اینطور بوده اون فرد رو باید چقدر ما کمک بکنیم که در درجه اول برگرده و اون هویت واقعی خودش رو در خدا پیدا بکنه باید به با او کمک بکنیم که بفهمه و این رو بدونه که در خداوند ارزشمنده برای خدا ارزش داره پس من تشویقتون میکنم واقعا به با عنوان کسانی که دوست دارید این مشاوره رو بدید حتی اگر شده ساعتها روزها وقت بذارید برای افراد و کمکشون بکنید تا بدونن چقدر برای خدا ارزش دارن همین تا بدونن که حتی اگر همون یه نفر همون یه نفر روی زمین بود باز هم ایسای مسیح به خاطرش میومد و جانش رو میداد چون عاشقانه تو رو دوست داره این جمله ای که من خیلی وقتا به افراد میگم عاشقانه خدا تو رو دوست داره اگر حتی تو فقط خودت بودی رو زمین او بازم هم و جانش رو به خاطر تو میداد پس چقدر ما ارزش داریم همه ما همه ما به اندازه خون ایسای مسیح ارزشمند هستیم برای خدا چقدر ارزش بالایی است واقعا چقدر شکر کرد آمین اینطور نیست چقدر شکر کرد چقدر بعد خدا رو شکر کرد که خداوند ما اندازه خون پسرت اندازه خون پسرت برات ارزش داریم چقدر 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 ارزش بالایی است که شما از آنی که پدر و مادر هستید میدونم چقدر خون بچتون زندگی و حیات بچتون براتون ارزشمنده درسته تازه ما این مثال های زمینی رو وقتی داریم میزنیم پدر و مادر های زمینی چقدر خداوند براش ارزشمند هست این ارزش والا این ارزش بی‌نظیر پس توی این چنین مشاوره هایی و جلسه هایی وقتی که افراد رو کمک میکنیم که تو انقدر ارزش داری باعث میشه که تمام اون زخم های قدیمی باعث میشه که تمام اون درد های قدیمی جاهایی که عفونت پیدا کرده بیاد بالا و اون افونت ها خارج بشه و شفای خداوند مرهم خداوند بر اون قرار بگیره و با خون عیسی مسیح و با, با روح مسیح شفا پیدا بکنه فرد پس مورد سوم بعد از اینکه هویتش رو پیدا کرد بعد از اینکه صمیمیت با خدا رو ما به یاد دادیم که چطور میتونه با صمیمیت داشتن با خدا کلام خدا روح خدا این هویت رو روز به روز بر... در خودش نگه داره و یادآوری بکنه و قوت داشته باشه آ... میر... رسیدیم به پله سوم یا اکتیویتی ها یا اون فعالیت ها فعالیت هایی که یک مشاور بعد از فرد بخواد که انجام بده من چند تا نمونه رو میگم به صورت چند تا نمونه چون بسیار هست و کیس بای کیس در موارد مختلف متفاوت هست چون من الان راجبه به یک کیس خاص صحبت نمی کنیم نمیتونم دقیقاً بگم که فقط مثلا این فعالیت ها هست چون بر اساس هر شخص شما یک فعالیت مخصوص به خود اون فرد رو باید بهش پیشنهاد بکنید مثلا حالا به عنوان هم کیسی که مثلا اسمش رو بذاریم حالا یه اسم ایرانی هم نمیگه مثلا جان یه آقایی به نام جان اومده و داره میگه که ناتان من توی زندگیم اصلا اعتماد به نفس ندارم من هیچ امیدی ندارم من هیچ کاری نمیتونم خوب انجام بدم من به عنوان یه مشاور میگم اول نمیرم سراغ نسخه پیچیدن پس این خیلی مهمه که سری بیام مثلا صندلی بذارم میگم خب جان بشین جان عزیز من بشین اینجا رو من خب کتاب مقدس هم, هم که مثلا باز میکنم حالا یا هر کتابی که مثلا راجع به مشاوره هست صفحه فلان ببین اینو اینو بت میگه بعد این کارو بکنی این کارو بکنی این کارو این کارو بکنی این کارو بکنی ما خیلی وقت قبول داری توی کلیسامون معمولا این این اولین قدم قدم همین هست سری فر رو میاریم میشونیم و نسخه پیچی میکنیم و شروع میکنیم میگیم مثلا در, در, در تمام این کار رو انجام بده یک تا ده برو هفته دیگه بیا مثل دکترا به دیگه وقت میدم ببینم که چه, چه وضعیتی پیدا باور کنید جواب نخواهد داد چون اگر جواب میداد خود اون فرد میتونه بره خب مثلا گوگل کنه یه چهار تا راه پیدا بکنه یه سری کارا رو انجام بده و بیاد بگه که من خوب شدم شب پیدا کردم یک مربی و مشاور خوب اینه که فعالیت های درست رو مربوط به اون با توجه به ریشه یابی که از قبل کرده اون فعالیت ها رو بده من چرا انقدر روی مورد یک هویت بود و اینتمیسی با خدا بود دست گذاشتم به خاطری که اگر شما یک فردی رو توی این کیس خاص دارید مثلا مثل آقای جان که پر از درده که پر از زخمه که میگه من نمیتونم هویت خودش رو در خدا از دست داده باید اول به این آقای جان تو کمک بکنی که هویتش رو در مسیح پیدا بکنه حالا به عنوان اکتیویتی هایی که بهش میتونی پیشنهاد بکنی به طور مثال مثلا میگه من هیچ استعدادی ندارم خب مثلا طرف میاد به شما میگه من, هی... من, هیچ کار نمیتونم بکنم چرا داره این حرفو میزنه چون احتمالا به شما این رو میگم احتمالا مثلا توی گروه کلیساش و جایی که رفته دیده یکی داره ساز میزنه یکی داره میخونه بعد اون یکی داره موعظه میکنه بعد یکی هم مثلا انتظامات کلیساس این هم خب نشسته دست گذاشته رو دستش داره فکر میکنه من, چی کن... من کار میتونم بکنم همه کارا همینه همه چی رو داره توی همون محوته فقط نگاه میکنه و فکر میکنه که خب آره خب اینا همه دارن همین کار رو انجام میده من اصلا هیچ خاصیتی ندارم نه برای خدا نه برای کلیسا نه برای خودم نه برای خانوادم حالا من چطوری میتونم این فر رو کمک بکنم میام میام بهش پیشنهاد میکنم میگم آقای جان برادر جان عزیز بیا بشین با هم صحبت بکنیم راجب نقاط قوتی که توی زندگی تو هست بعدش رو میکنم ازش سوال کردن چرا میگم که یک مشاور بعد پرسش کننده خوبی باشه بدون چه سوال های خوبی بپرسه و این مدام با مطالعه با روش های مختلف مشاوره و با تجربیاتی که شما دارید ایزان به دست میارید وقتی که فرد میگم چون کیس با کیس فرق میکنه وقتی که فرد جلوی شما هست خب جان میاد میشینه و به من میگن تا من هیچ استعدادی ندارم حالا من میخوام به ثابت بکنم که استعداد داره اما نه با نسخه پیچیدن و با نصیحت کردن با سوال خوب میام از این سوال میکنم میگم که جان مثلا تو به چه کاری علاقه داری به چه کاری چه کاری تو رو خوشحال میکنه مثلا یهو باور کنید باور کنید اتفاقات میفته طرف یهو گل از گلش میشکافه مثلا میگه که من خیلی نقاشی دوست دارم ولی مگه مثلا نقاشی هم فایده داره بعد خب میگم اوکی اولا که فایده داره حالا بذار بگم جان عزیز تو نقاشی دوست داری لذت میبری از نقاشی درسته بعد احتمالاً شاید هم موقع مثلا موبایلش در میاره بهم چند تا نقاشیاشو نشون میده دوستان تشویق 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 یک مشاور خوب یک مشوق خوبه یک منتور خوب مشوق خوبه شما باید بگردید نقطه قوت یا اون استرنث زون اون فرد رو پیدا بکنید و بمباران تشویق کنید بذارید اینطوری بهتون بگم میخواد یه مشاور موفق باشید شما باید فرد رو با تشویقاتون بمبارون کنید با تشویق‌های سازنده و واقعی یا نه که تلقین و ببخشید چاخان نه ما نیامدیم که بی خودی به یه نفر تلقین کنیم تلقین درمانی اینجا نیست نه اون گوهری رو که خدا در زندگی اون فرد انجام داده ولی اون فرد یک نقطه کور داره شاید و نمیبینه اون اون بلایند پوینت و نمیبینه و آه آه بله ستاره جان میگه گلباران بهتر از بمبارون هست نه ولی من منظورم بمب بد نبود منظورم اصطلاحی که حالا به کار میبریم برای تشویقاتی که رو سرشون میرسیم تو ولی گلبارونش میکنیم مرسی صدر جان پس گلبارونشون کنیم با گلهای تشویقتون و کمکش بکنید واقعا اون فرد رو و کمکش بکنید اون فر رو که اون گوهری رو که خدا توش وجودش گذاشته پیدا بکنه مگه میشه یک فردی استعداد نداشته باشه تو حتما یک استعدادی داری فقط باید اون استعداد رو کشف بکنی یعنی هیچ وقت نباید اجازه بدی که یک فرهنگ پیشینه اشتباه فرهنگی مدام توی سر تو بزنه و به تو بگه که تو هیچ استعدادی نداری پس اگر در پیشینه فرهنگی ما اشتباهاتی بوده اگر در پیشینه فرهنگی ما پدر یا مادر یا جامعه به ما بارها بارها گفتن که تو هیچی نمیشی تو استعداد نداری تو تمامی مشکلات و دردها رو داری حالا باید برگردی و با کمک یک مشاور مشاور و ما به عنوان مشاوریم به اون فرد کمک بکنیم که اون گوهرهای بینظیر رو که خدا توی زندگی اون فرد گذاشته کشف بکنه پس باز برمیگردم به مثال خودم آقای جان نقاشیت خوبه رو ببینم خدا رو شکر خدا رو شکر برای این کاری که خدا انجام داده توی زندگیت پس تمام اون در واقع گوهرها و جواهرات رو تو داری کشف میکنی دونه بدونه مهارتهای فرد رو داری کشف میکنی اوکی تو نقاشیت خوبه تو میتونی برای خدا نقاشی بکشی تو میتونی نقاشی زیبا بکشی و با اون نقاشی ها خدا رو پرستش کنی نقاشی تو میتونی پرستش باشه از اعمال خدا از طبیعت زیبای خدا وقتی که افراد نقاشی های زیبای تو رو میبینن و میگن جلال بر خدا چه, چه هنر زیبایی چه خدای بی‌نظیری پس تو میتونی همین آقای جان رو که اومده پیش خودش پیش خودش فرض کرده من بدبخت و بیچاره من هیچ استعدادی ندارم چرا منطقش این بوده برمیگردم به همون طرز فکر اشتباه برمیگردم به همون باورهای اشتباه که منو شما باید کمک بکنیم فرد شفا پیدا بکنه چرا من این این هم بدبخت و بیچاره چون که مثلا نمیتونم گیتار بزنم چون که نمیتونم بخونم چون که نمیتونم موعظه بکنم چون نمیتونم تعلیم بدم پس من بیچارم پس چه اتفاقی میفته اینجا پس فرد خودش رو یه جورایی نابود کرده به خاطری که فکر کرده که همه چیز در همون خد... خدماتی که جلوی چشمه و شاید نقطه کور بوده براش اون چیزی که خودش داشته و همیشه داشته به اونها نگاه میکرده پس به این نتیجه رسیدی که من بدبخت و بیچارم پس وقتی جان رو کمک میکنی که جان عزیز بیا بشین من آ... به طور کمک میکنم که از اون نقاط کور بیرون بیای و نگاه درستی به زندگیت داشته باشی اولا هویت تو در خدا بشناسی که کی هستی دوم با انتمسی یا صمیمیت با خدا با کلامش با روحش اینها رو این ارزش های زندگیت رو هر روز تازه نگهداری و سوم با اکتیویتی ها یا اون فعالیت های درست اگر تو نقاش خوبی هستی برو برای خدا نقاشی کن چون این اکتیویتی درست پلی سومی که امروز می‌خواستم راجب صحبت بکنم به تو به زندگی تو اون آتش عشق رو برمیگردونه اون حرارت رو برمیگردونه اون موتیویشن رو که امروز دنبالش بودیم انگیزه رو برمیگردونه پس دوستان دیدید پروسه رو وقتی میخوایم به زندگی یک نفر کمک بکنیم که انگیزه به زندگی یک فرد برگرده خیلی باید ریشه یابی کرد باید از ریشه ها شروع کرد بعد به با فرد کمک کرد که اوکی اگر تو امروز انگیزه نداری باید بدونیم چرا انگیزه نداری شاید هویتت رو هنوز پیدا نکردی در خداوند شاید هنوز نمیدونی که ارزشمند هستی مهارت هایی که خدا به تو داده رو هنوز پیدا نکردی شاید بعضشون رو پیدا کردی ولی شاید نمیدونستی که باید روشون وقت بذاری روش کار بکنی پس وقتی که ما اون فعالیت های درست رو به فرد میدیم و تشویقش میکنیم که روی این فعالیت ها کار بکنه تمام اون فعالیت های درست باور ها... باورهاش شک میده و وقتی باورهای درست داره اون عملها ها بر طبق اون باورها میره اجازه بدید با هم دیگه من برای شما میخوام یه قسمت از کلام خدا رو بخونم با هم دیگه اگه کتاب مقدس دارید بریم روی دوم قرنتیان ببینیم که دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 چی میگه توی دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 کلام خدا میگه که آه... و همه ما که با چهره بینقاب جلال خدا را چنانکه که در آینه می نگریم به صورت همان تصویری از جلال به جلالی فزونتر دگرگون میشویم و این از خداوند سرچشمه می گیرد که روح است میگه وقتی که چهره خدا رو اون خوبیت اصلی هم خودت رو در خدا و خدا رو بدون نقاب میبینی و اون جلالی از جلال به جلالی فوزونتر دگرگون میشی موتیویت میشی تبدیل میشی که از کجاست تو این قسمت صمیمیت که از خداوند سرچشمه میگیرد که روح هست. از روح خدا سرچشمه میگیره پس میگه که اگر تو هویت تو هنوز کشف نکردی اگر انگیزه نداری تو زندگی اگر خیلی چیزا توی زندگی تو هست که هنوز تو رو در واقع داره خموده میکنه و بهت داره آسیب میزنه تو باید به یاد بیاری اولا هویت واقعیت تو در خدا چیه و بعد با انتمسی و صمیمیت اون رو نگه داری و بعد در پلی سوم با رفتارهای درست با اکتیویتی های مناسب که مربوط به اون هدف زندگیت هست این رو تازه نگه داری پس دوستان گل من با این خلاصه میخوام تموم بکنم و بعد بعدش میخوام با هم دیگه دعا بکنیم و با هم دیگه با یک سرود تموم بکنیم درس امروز رو میخوام با این قسمت تموم بکنم که من و شما من و شما اگر اینجوری بگم من و شما اگر میخوام به یک فردی کمک بکنیم. که اون فرد اومده و پر از درده، پر از زخمه، پر از عدم آم... اعتماد به نفسه و توی برههای از زندگی داره توی زمانی از زندگیش داره زندگی میکنه که واقعا کم آورده. خوشان. اول سری نریم سراغ نصیحت کردن یا خدایی نکرده در بعضی از کیس ها محکومش کردن که شاید تو گناهی تو زندگیت هست شاید تو خدا رو دوست نداری به خاطر که از خدا این بلاها داره سرت میاد و و و و, و. ممکنه خیلی از این هم درست باشه اما یک مشاور حکیم هیچ وقت اینا رو به زبان نمیاره در همون ابتدای راه نمیاد فرد رو بکوبه پس اول بذاریم اول شونه باشیم برای اشکاش اول اجازه بدیم بیا طرف خودشو خالی کنه درداشو بشنویم یک مشاوره خوب یک شنونده خوبه بشنویم درد و دلاشو اگر دوستان عزیز علاقه داشتید من هم روی فیسبوکم هم, هم روی یوتیوبم یک درسی رو گذاشتم به نام نکاتی در باب مشاوره که هر خادم مسیح باید بدونه خلاصه یک ساعت درسه و ت... کلی راجع به تکنیک های مختلف اونجا درس دادم که چطور شما میتونید شنونده خوبی باشی چرا اصلا مهمه که این کار رو بکنیم پس مفصل میتونید اون درس رو نمیخوام وارد اون قسمت بشم ام... پس اون فرد رو میاریم و به عنوان یک مشاور این کمک رو بهش میکنیم که بدون اون فرد این دردی که تو زندگیش هست اول ریشش از کجاست و کمکش می‌کنیم که هویت خودش رو در خداوند متوجه بشه پس خلاصه خلاصه میکنم هویتش رو در مسیح فرد کمکش کنیم که پیدا بکنه دوم با صمیمیت یا همون انتمسی با خدا کلام خدا روح خدا این هویت رو این ارزش ها رو این چیزهای عالی رو توی زندگیش هر روزه نگه داره آبیاری کنه غذا بده تا رشد بکنه و بتونه نگه داره توی زندگیش و هر روزه به بیا... یاد بیاره این هویت رو که در خدا داره و خدا چقدر دوستش داره و برای خدا چقدر ارزشمنده و سوم با اکتیویتی های مناسب با کارهای مناسب که گفتم از تریسی برای شما ببخشید آره بله از برایان استیسی برای شما نقل قول آوردم که 80 درصد فعالیت های روزانه ما باید مربوط باشه به اون هدف والا و ارزش های زندگی ما پس اینا رو باید با هم کانکت بکنیم وصل بکنیم پس با اکتیویتی های درست اگر مثال جان رو زدیم مثلا جان اومده پیش شما و ما متوجه شدیم اوکی استعدادهای های دیگرش ممکنه به خوبی کسای دیگه توی کلیسا نباشه اما اگر یک نقاش خوب هست اجازه بدیم نقاشی بکنه و اون پشنش و اون عشقش رو بتونه در اون قسمت جلو ببره و تشویقش کنیم بگیم برو جاهایی که فعالیت هست راجع به نقاشی برو کلاس نمیدونم نقاشی ادامه بده و حالا اینو مثال بزنم و خیلی چیزهای دیگه خیلی چیزهای دیگه یکی ممکنه به نویسندگی علاقه داشته باشه یک مشاور خوب با سوالهای خوب میتونه کشف کنه که چرا اون فرد خودش رو پایین میبینه به خاطر که مثلا خواننده خوبی نیست به خاطر که واعظ خوبی نیست خودش رو پایین میبینه خب این اصلا هویت اون فرد نیست هویت اون فرد در خدا ارزشمنده و به طور مثال یک نویسنده خوبه یک نقاش خوبه ما باید ببینیم که در بدن مسیح کجا هستیم چه عضوی هستیم و چه کاری میکنیم پس یک مشاوره خوب با پرسیدن سوال خوب به فرد کمک میکنه که اون فرد این رو توی زندگیش توی زندگیش کشف بکنه خب من با این تموم میکنم با این قسمت میخواستم یک نقل قول دیگه از این کتاب به شما بگم و بعد با این کتاب با این نکته در واقع من تموم بکنم بله گل مرسی که اسم رو نوشتید بله همون برایان تریسی بود که نقل قول کردم از ایشون میخوام با این نقل قول تموم بکنم که توی قسمت اکتیویتی توی قسمت سوم که چرا 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 مهمه که ما باید فعالیت‌های درست داشته باشیم که بتونه این عشق رو این هویت رو حفظ بکنه به خاطر اینکه میگه proper priorities will protect my purpose and passion یعنی اون های درست توی زندگی اون کارهایی که من هر روز روزانه انجام میدم و برای من اولویت هستن از هدف زندگی من و از اون عشق و علاقه زندگی من و ارزش های والای زندگی من محافظت میکنه دوستان عزیز پس اگر بر طبق گفته دیف کرافت اگر من و شما میخواین من و شما میخواین از اون ارزش های والای زندگیمون مراقبت و محافظت بکنیم بعد کارهای روزانه ما افکاری که در طی روز بهش فکر میکنیم باید مربوط باشه به اون هدف والای زندگی ما حالا آ... میگم بازم میگم این خیلی ایدئاله که تمام صد درصد کارهای ما مربوط باشه به اون هدف ما امیدوارم که بشه برای هر کس اما اگر حتی هم نشه نویسنده پیشنهاد میکنه میگه باید راهی رو پیدا کرد باید راهی رو پیدا کرد در طی روز ها فکر کرد آ... اون اکتیویتی های درست یا اون فعالیت های درست رو پیدا کرد اونها رو توی زندگی وارد کرد به خاطری که انگیزه به زندگی برگرد پس دوستان گل اگر میخواید به کسی که انگیزش رو از دست داده کمکش کنید هویتش رو پیدا کنه به خدا نزدیک بشه با اکتیویتی ها و فعالیت های درست اون انگیزه رو اون آتش انگیزه رو توی زندگیش نگه داره میدونم خیلی خلاصه بود میدونم خیلی صحبت هایی هست که بشه ادامه داد راجع به این مسئله صحبت کرد اما امیدوارم که این درس باعث برکت بوده باشه برای شما دوستان عزیز من رو ببخشید که اگه تمام کامنت ها رو نتونستم بخونم بعدا حتما میرم تمام کامنت ها رو نگاه میکنم چه در پالتاک چه در اینستاگرام و حتما استفاده خواهم کرد از کامنت اما بیایید با دعا و پرستش قسمت رو تموم بکنیم و واقعا فکر بکنیم اون چیزی که شنیدیم و اولا بیاد بیاریم هویت خودمون رو در خداوند و به یاد بیاریم که در خداوند کی هستیم و خداوند واقعا بخوام کمک اون بکنه که به کسانی که این هویت رو فراموش کردن به کسانی که دردمند هستن امروز و به کسانی که نیاز به کمک ما دارن ما بتونیم کمک بکنیم به عنوان خادمین به عنوان مشاورین که بتونیم این افراد رو واقعا کمک بکنیم که با آتش عشق خودشون با قوتی که خداوند به اونها داده بتونن جلو برن و اگر علاقه من هستی که به فیض خدا این درس ها رو با هم دیگه بعدا ادامه بدین اگر دوست دارید راجع به کوچنگ و منتورینگ بیشتر بدونید به فیض خدا به زودی درس های بیشتری خواهم آورد و اگر علاقه من بودید تو فکر این هستم که یک روز در هفته رو بتونم شاید از خونه کلاس های آنلاین بذارم حالا جاش رو اعلام خواهم کرد که اگر عزیزانی که به طور خاص دوست دارید که راجب مشاوره و منتورینگ بدونید چون من خودم در واقع رشته دانشگاه رشته تخصصی من الان فوق لیسانس همین کوچینگ یا منتورینگ رو دارم میخونم توی رشته لیدرشیپ یا مدیریت با زیر در واقع کوچینگ و منتورینگ دوست دارم از درس های دانشگاهی که میخونم مطالبی که میخونم بتونم بیام ارائه بدم با هم دیگه یاد بگیریم من از شما یاد بگیرم و بتونیم همدیگه رو کمک بکنیم پس اگه دوست داشتید میتونیم توی قسمت ها هم با هم دیگه جلو بریم خدا رو برای وجودتون پس من میخوام با این سرود تموم بکنم و تو این سرود خیلی زیبا میگه این سرود رو الان انتخاب کردم که با هم بخونیم توی مخصوصا بندگردانش تو قسمت آخر سرود خیلی زیبایی از خدا رو شکر برای وجود عزیزانمون که میگه که توی پدر من شاه و سرور من مالک جان من و نیاز من اعلام بکنیم که او پدر ماست اعلام بکنیم که هویت ما در اوست اعلام بکنیم که هران چیز که داریم و هران چیز که هستیم از اوست پس خداوند دعا میکنم برای عزیزانم دعا میکنم برای تک تکشون تا آن،, آن چیزی رو که امروز ما شنیدیم خداوندا واقعا بتونیم توی زندگی عمل بکنیم اون چیزی رو که شنیدیم بتونیم هویتمون رو خداوندا در تو هر روزه به یاد بیاریم و شکرگزاری کنیم واقعا براش و خداوندا واقعا بتونیم کمک باشیم کمک باشیم برای کسانی که امیدشون از دست دادن کمک باشیم برای کسانی که خداوندا توی زندگی دردمند هستن برای کسانی که خداوندا این کمک رو واقعا لازم دارن خداوند ما رو بفرست ما رو بفرست تا از آن رو یادآوری بکنیم که اولا هویتشون رو در خداوند پیدا کنن بعد با دوستی و مشارکت با تو با نزدیکی با تو این هویت رو هر روزه خداوند رو به یاد بیارن و تغذیه کنن این خداوند و زندگی روحانی رو به حضور تو و با, با کلام تو و در آخر با عملهای درست با کارکردهای درست با فعالیت‌های درست ما بتونیم این آتش عشق رو و این انگیزه رو خداوند رو تو زندگیمون هر روزه نگه داریم و خداوند بتونیم با مشاور دادن درست به این افراد انگیزه رو خداوند به زندگیشون برگردونیم هللویا خداوند میخوام به یاد بیاریم کارهای عظیم تو رو به یاد بیاریم خداوند حضور شیرین تو رو توی زندگیمون و هویتی رو که در مسیح عیسی داریم و خداوند تو رو شکر کنیم تو رو شکر کنیم بابت تمام کارهای عظیمت خداوندا تمام کارهای بی‌نظیر و زیبات خداوندا توی زندگیمون و خداوندا به یاد بیاریم که تو برای ما کی هستی و ما برای تو کی هستیم هللویه. تو را می پرستم با تمامی غل با تمامی یه فکر و جانم تو را می پرستم با تمامی غل با تمامی یه فکرو و جانم چون تو خدا بندی سرور و مالکم هستی پرستش ها ستایش ها چون قربانی به حضور براما جانانت را خواهانم شکر و سپاس هم دو برنامه بر نام تو خداوندا دارانم محبت بیکرانت آزادم کردی از احسارت در طولای خستم باشم فرزنده با محبت بیکرانت آزادم کردی از احسارت در طولای خستم باشم فرزنده توی پدر من شاه و سرمر من مالک جانم نیاز من با قلب و روح و جان و فکر و زبان نام زیبایت را پرستم چون تو خداوندی بندی سر بر و مال کم هستی پرستش ها ستایش ها چون قربانی به حضورت آورم و جانارت را خواهانم شکر و سپاس حمد و جلال برنامه تو خدا بنده در الهه احل لی با محبت بیکرانه آزادم کردی از احسارم در طولای خستم باشم فرزنده محبت بیکرانه آزادم کردی از اصاره در تو لایه هستم باشم فرزندم هللویا <applause> پدر تو پدرم شاه و سرورم با که جانم نیاز من توی پدر من شاه و سرور من مالک که جانم نیاز من با هم بگیم همه توی پدر من شاه و سرور من مالک که جانم نیاز من توی پدر من شاه و سرور من مالک که جانم نیاز من Halleluja. چون تو خدا بندی سرور و مالکم هستی پرستش ها ستایش ها چون قربانی به حضورت ساورم و جلالت را خانم شکر و سپاس هم دو جلال بر نام تو خداوندا در علا آمین تایی پدر من شاه و سربه من مالک جان من و نیاز من خدا رو شکر دوستان عزیز دعا میکنم واقعا هویتی رو که در عیسی مسیح داریم همه ما با تام وجود بپذیریم و دیگران رو کمک بکنیم که این هویت رو این واقعا چیزی رو که توی زندگی ما یافتیم اونی که از کلام خدا یافتیم از روح خدا یافتیم اونها هم پیدا بکنن با تام وجود درک بکنن و واقعا با دانستن این هویت با دانستن این این زندگی زیبا با مسیح واقعا در یه جمله زندگی که زیباست به خداوند بتونن این موتیویشن یا این انگیزه رو به زندگیشون برگردونن پس دوستان عزیز امیدوارم که این روش های عملی که با هم دیگه امروز صحبت کردیم باعث برکت باشه براتون و بتونیم همه ما ازش استفاده کنیم برای برگردوندن انگیزه به زندگی کسانی که انگیزهشون رو از دست دن. امیدشون رو از دست دادن بدونیم که این انگیزه برخواهد گشت پس همیشه برای ما امید هست چون خدای ما زنده است چون خدای ما به خدایی است که به ما امید میده و خدایی که زنده است عزیزان دوستتون دارم مرسی که امروز با من بودید و دعای برکت می کنم واقعا برای تک تکتون فیض خداوند باتون باشه تا هفته دیگه که به فیض خدا با هم دیگه ادامه میدیم با بررسسان عزیز هفته دیگه ادامه خواهیم داد و مرسی که امروز در کلاس حضور پیدا کردید از همتون ممنونم و همینطور از شما دوستان عزیزی که در اینستاگرام با من بودید و شما عزیزان که بعد این رو ویدیو رو دارید در طریق یوتیوب یا فیسبوک میبینید خدا بر... خدا رو شکر برای وجودتون واقعا دوستتون دارم و تشویقتون میکنم اگر که در کلاس های ما هم نیستید در این کلاس ها شرکت بکنید و همینطور سعی میکنم که در اینستاگرام هم و جاهای مختلف خدا شکر برای تکنولوژی که میتونیم جای مختلف با هم دیگه در ارتباط باشیم دوستتون دارم عزیزان پس شما رو به دستان خدا میسپارم اول از شما دوستانی که در اینستاگرام هستید خداحافظی میکنم و بعد هم از در پالتاک دوستتون دارم فیض مسی با شما باشه و خدا نگهدارتون